عبور صدها پناهجو از مرز دریایی فرانسه و بریتانیا ظرف چند ماه اخیر. بیشتر مهاجران غیرقانونی ایرانی هستند. زندگی زیر سقفی از بارود، استفاده از راکت های عمل نکرده در جنگ افغانستان برای خانه سازی. و محرومیت یک آهنگساز ایرانی، علی قمصری میگوید تا اطلاع ثانوی ممنوع فعالیت شده. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. نام ایرانی ها و شیوه عجیبشان برای عبور از کانال مانش در چند ماه گذشته در رسانه های بریتانیا بر سر زبان ها افتاده. بیش از 500 پناهجو که تقریبا اکثرشان ایرانی هستند یا دست کم ادعا می کنند ایرانی هستند، تلاش کردند با قایق بادی خود را از فرانسه به بریتانیا برسانند. نیمیشان به مقصد رسیدند و نیمی دیگر را پلیس فرانسه متوقف کرد. چرا آنها حاضرند جانشان را به خطر بیاندازند تا به این سوی آب بیایند؟ چه چیزی بریتانیا را برای آنها این چنین جذاب کرده؟ شهریار سیامی با یکی از مهاجران ایرانی گفتگو کرده که از این مسیر به بریتانیا آمده. این قایق ها موضوع این روزهای رسانه های بریتانیا هستند. عبور مهاجران از راه دریا به بریتانیا از سواحل فرانسه. بعضی از مردم محلی هم نگران هستند. دارن میان دیگه. کسی هم جلوشون رو نمیگیره. خیلی ترسناکه. این 8 نفر هم سه شنبه به سواحل انگلستان رسیدن. در چند ماه گذشته 500 نفر دل به دریا زدن و آمدن. بیشترشان ایرانی هستند. یکی از آنها محمد صالحی بختیاری فعال سیاسی است که چند ماه پیش از راه دریا آمد. مانش، کانال مانش، یکی از خطرناکترین و پرترافیکترین مسیرهای دریایی است و واقعا هم خیلی خطرناک بود. چند نفر که با ما بودن بیهوش شدن، یعنی اینکه خود پلیس دیده بود اینا که کنار زمان که ما رسیدیم اینا دیگه بیهوش شدن. واقعا خیلی خطر جانی واقعا بسیار بالاست اینا و از کسانی که واقعا این مسیر میخوان انتخاب کنن آگاه باشن این مسیر ساده ای نیست، واقعا خطرناکه. ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا عبور مهاجران از دریا را حادثه جدی نامیده و خواستار کمک فرانسه برای توقف آن است. نگران از اینکه سفر خطرناک دریایی باعث کشته شدن مهاجران شود. با قایق اومدین، خطرناک نبود؟ تو اون مسیر پر رفت آمد سرد و آیا واقعا خطرناک نبود؟ ببین، من به نوبه خودم میگم، نه هموطنان خودم، میدونم شرایط خیلی سخته، ولی با تمام این خطراتی که کانال مانش و این دریا و این مسیر پناهندگی هست، فکر نمی کنم به اندازه 1% خطری که جمهوری اسلامی رژیم ایران هست، این به نظر من خطر رژیم و مردمی که در ایران کشورشون ترک میکنن، این خطر براشون مثل یک آب خوردن و خیلی بسیار ساده است. محمد که یکی از اعضای فعال جنبش ملی آزادی خانه ایران است میگوید در فرانسه درخواست پناهندگیش پذیرفته نشده و حالا آمده که شانسش را در بریتانیا بیازماید. وزیر کشور بریتانیا اما میگوید مهاجرانی که از فرانسه میآیند در کشور امنی بودند و دلیلی برای عبورشان از دریا نیست. محمد میگوید بیشتر کشورها از پناهجویان سیاسی استقبال نمیکنند. اما چرا بیشتر ایرانی ها این مسیر پرخطر رو طی میکنند؟ ما دیگه زندگی برامون نمونده. زندگی در ایران دیگه اکثر کسان که این مسیر میان تمام زندگی بکنه و کاشونشون، مردم ایران واقعا نابود شدن، از بین رفتنه. حدود 2500 ایرانی در سال میلادی گذشته از بریتانیا درخواست پناهندگی کردند. نصف آنها در مرحله اول پذیرفته شدند و بقیه پروندهشان در جریان است. آمار نشان میداد 3/4 پناهجویان ایرانی جواب مثبت میگیرند. در لندن هزاران مهاجر زندگی میکنند که هر کدوم هم از راه های مختلفی به این کشور اومدن. اما عبور از دریا با این خطرات جانی بالایی که داره در این فصل سرد، این سوال به وجود میاره که این افراد باید چقدر در فشار و ناامیدی باشند که این راه رو انتخاب کنند و آیا رسیدن به این کشور ارزش قمار بر زندگی رو داره؟ شهریار سیامی، BBC.
پیشخوری آب، ظلم به طبیعت و قهر خداوند. حسن روحانی از پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی گفت و با این عبارت‌ها در مورد کمبود آب و پیامدهای امنیتی آن هشدار داد. رئیس جمهوری ایران گفت اگرچه امسال بارش باران 3 برابر سال قبل بوده، ولی مشکل عمیق‌تر از این حرف است. سال‌هاست از کابوس کمبود آب گفته می‌شود، ولی در تمام این سال‌ها سد کردن مسیر رودهایی که هزاران سال جاری بودند ادامه داشته. عامل اصلی کاستن از حقابه دریاچه‌ها و تالاب‌ها. از سوی دیگر قطع بی‌رویه درختان و توسعه غیرفنی کشاورزی ادامه داشته. عامل جنگل‌زدایی و بیابانزایی. استفاده بی‌رویه از سفره آب‌های زیرزمینی ادامه داشته. عاملی برای نشست زمین و دهان باز کردن حفره‌های هولنگیز. دولت می‌گوید 11.5 میلیارد دلار برای تأمین آب هزینه کرده، ولی چرا سایه بحران آب نزدیکتر و ترسناکتر می‌شود؟ جزئیات بیشتر از مجید خیام‌دار. مایه حیات است و منشأ آبادانی. ایران امسال تا حالا بیش از 3 برابر مدت مشابه در سال گذشته بارندگی داشته. اما بحران کم آبی بسیار عمیق است و روز به روز نگران کننده تر می شود. ضمن اینکه جمعیت ما داره اضافه میشه، آب ما معلوم نیست اضافه بشه، ممکنه کم بشه که الان داریم می بینیم. رئیس جمهوری ایران امروز از خطر کاهش ذخایر آب زیرزمینی حرف زد. مجوزهای نادرست دادیم. شما ببینید چقدر الان آب زیرزمینی ما افت کرده و این چقدر میتونه خطرناک باشه. در کشوری که دچار خشکسالی است، طی ده ها سال سدسازی‌های بی‌حساب، حفر بی‌رویه چاه‌های عمیق و الگوهای نادرست کشاورزی لطمه‌های جبران ناپذیری به ذخایر آب زده. یه جایی که حالا من خودم اونجا بودم، مثلا ما با 30 متر به آب میرسیدیم، الان باید با 300 متر هم به آب نمیرسه همونجا. خب معلومه ما برداشت بی‌رویه کردیم. رئیس مرکز مطالعات کشاورزی اتاق بازرگانی ایران هشدار داده که فقط 5 سال تا بروز فاجعه عمومی آب باقی مانده. به گفته ای او این ناشی از 50 سال بی تدبیری است. او گفته که سفره‌های آب‌های زیرزمینی شرق ایران هر سال 0.5 متر پایین‌تر می‌روند. این روند در مناطق دیگر ایران هم کم و بیش دیده می‌شود. پس ما هم موظفیم که امنیت اونها رو تأمین بکنیم. آقای روحانی به پیامدهای امنیتی ناشی از کم آبی اشاره کرد و به نقشی که آب در تأمین غذای کشور و امنیت زندگی کشاورزان دارد. یک پیامد کم آبی اعتراض‌های مکرر کشاورزان استان اصفهان است که طی سال‌ها و ماه‌های اخیر به مسئله سیاسی و امنیتی هم تبدیل شده. مردم قصد تخریب خط لوله آب یزد دارن که یکا میشه با مردم درگیر شده. مهاجرت گسترده از دیگر پیامدهای کم آبی است. به گفته یک مقام وزارت نیرو، در پی توسعه بی‌رویه کشاورزی و کاهش منابع آب، 37,000 روستای ایران از سکنه خالی شده و جمعیت شرق کشور در حال مهاجرت به غرب است. از آن طرف آلودگی هوا به ریزگردها که آن هم به پدیده کم آبی مربوط است، طی سالهای اخیر موجی از مهاجرت از غرب به مرکز ایران به راه انداخته. این مهاجرت‌های گسترده می‌تواند مسائل اجتماعی و اقتصادی زیادی ایجاد کند. دولت برای مهار بحران کم آبی و مدیریت منابع آب کارهایی کرده، از جمله ممنوعیت کشت محصولات آب بر در مناطق کم آب و ترویج روش‌های کارآمدتر آبیاری. خشکاندن دریای گرفتاری‌هایی که کم آبی درست کرده ساده و آسان نیست، هرچند حالا دیگر همه می‌دانند که هر تلاشی برای کاستن از آن ضرورتی حیاتی است. مجید خیام‌دار، BBC. تلویزیون دولتی ایران فیلمی از نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، منتشر کرده. این فیلم لحظه‌ای را نشان می‌دهد که مقام‌های قضایی در فرودگاه مانع از خروج خانم زاغری از ایران شدند. در این برنامه خانم زاغری به جنگ نرم با ایران متهم شده. او حدود 2.5 سال پیش دستگیر و به 5 سال حبس محکوم شد. اعضای خانواده نازنین زاغری می‌گویند که او بی‌گناه است و قربانی اختلافات سیاسی بین ایران و بریتانیا شده. جزئیات بیشتر از جیار گل. فرودگاه بین المللی تهران، فروردین 1395.
نازنین زاغری ردکلف به همراه دختر خردسالش که برای دیدار از خانواده‌اش به تهران رفته بود در حال بازگشت به بریتانیا است. لندن انشالله. دوربین نیروهای امنیتی ایران مخفیانه خروج او را ضبط کردند. خانم زاغری به زده با خبر می شود که او حق خروج از ایران را ندارد. باز گفت که جلد شما رو و شما ممنوع خروج هستید، باید ما تشریف بیارید. مامورین اصلی عملیات جنگ نر به نام نازنین، این تصاویر را دیشب تلویزیون دولتی ایران منتشر کرد و او را متهم به جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران کرده است. نازنین زاغری ردکلف فروردین سال 1395 هنگام بازگشت از ایران در تهران دستگیر شد. 9 ماه بعد محکوم به 5 سال زندان شد. در اوایل شهریور امسال برای اولین بار به او 3 روز مرخصی داده شد تا با خانواده‌اش در ایران دیدار کند. خانم زاغری و نرگس محمدی زندانی سیاسی در نامه مشترک اعلام کردند از 24 دی ماه امسال در اعتراض به وضعیت درمانی خود در زندان اعتصاب قضا می کنند. حس می کنه که در آستانه حمله عصبیه. هیچ چاره ای نداره و تحملش سخت شده. او حس می کنه که زندگیش داره در زندان تلف می شه و در آستانه 40 سالگی دیگه نمی تونه بچه دیگه ای داشته باشه. چیزی غیر از اعتراض از دستش بر نمیاد. تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی نازنین زاغری به نتیجه نرسیده. 2 ماه پیش وزیر خارجه بریتانیا که به ایران سفر کرده بود بار دیگر خواهان آزادی او شد. شرم‌آوره که ایران برخلاف وعده‌هاش عمل می‌کنه. هنگام دیدار من از ایران در ماه نوامبر اونا وعده دادن که به نازنین اجازه دسترسی کامل به امکانات درمانی بدن. او غده‌ای در سینه‌اش داره و مثل هر زن دیگری نگران سلامتیشه. نازنین زاغری ردکلف به اتهام‌های عضویت در سازمان‌هایی که برای براندازی نظام تلاش می‌کنند شده. هنگامی که زاغری قصد خروج از کشور را داشت، بازداشت شد. او همچنین متهم شده که از مؤسسه‌های رویترز و بی بی سی پول دریافت کرده و در تظاهراتی در مقابل سفارت ایران در لندن شرکت داشته. این تصاویر تلویزیون ایران برای اولین بار لحظه انتقال خانم زاغری از فرودگاه تهران به زندان را نشان می دهد. از آن شب بیش از 1000 روز می گذرد. ژیورگل، بی بی سی. رئیس شورای شهر چابهار میگوید حدود نیمی از جمعیت این بندر حاشیه نشین هستند. به گفته معین سعیدی بالاترین رقم حاشیه نشینی در مقایسه با جمعیت. اما چرا بندری که به دنبال امضای قرارداد توسعه ریلی بین ایران، هند و افغانستان به نظر میرسد ستاره اقبالش در حال درخشیدن است، تا این اندازه با مشکل حاشیه نشینی دست به گریبان است؟ جزئیات بیشتر از فیروزه اکبریان. چابهار، شهری در جنوب شرقی ایران و در کرانه اقیانوس هند. تنها بندر اقیانوسی ایران و جایی که لنگرگاهش بالقوه میتواند محل پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس پیما باشد. جایی که دولت هم برایش نقشه‌های زیادی کشیده. امضای قرارداد توسعه چابهار بین مقام‌های ایران، هند و افغانستان 2 سال پیش. اما شهری که قرار است در آینده به یکی از قطب‌های اقتصادی ایران و منطقه تبدیل شود، روی دیگری هم دارد، بدون زرق و برق. یه چیزی قریب 200 متر 300 متر از ساحل دوری، اینجا چابهاره و منطقه‌ای به اسم جنگلوک، ته دنیا، افتضاح. حرف‌های محمد نوریزاد، فعال سیاسی منتقد حکومت ایران، در سفر به این منطقه تابستان گذشته. او از حاشیه نشینی در چابهار می گوید. آنطور که رئیس شورای شهر چابهار به خبرگزاری ایرنا گفته، نیمی از جمعیت شهری چابهار حاشیه نشین هستند. 56 هزار نفر از جمعیت 112 هزار نفری آن. به گفته آقای سعیدی، تا 3 سال پیش گفته می شد که بیشتر حاشیه نشین های چابهار ایرانی نیستند و نباید به آنها خدمات داد. رئیس شورای شهر چابهار می گوید، اما در سرشماری 2 سال پیش مشخص شد که بیش از 95% آنها ایرانی تبارند. آمار دقیقی از جمعیت حاشیه نشین ایران وجود ندارد. رقم‌هایی که اعلام شده بین 11 تا 20 میلیون نفر در نوسان است. اما به ظاهر مسئولان تردیدی درباره آمار و ارقام حاشیه نشینی در چابهار ندارند.
چه از انوشیروان بندپی رئیس پیشین سازمان بهزیستی که پاییز پارسال گفته بود چابهار بیشترین نرخ رشد جمعیت حاشیه‌نشین کشور را دارد و چه حرفهای 8 ماه پیش معاون دادگستری استان سیستان و بلوچستان. 50% در واقع این مردم اینجا حاشیه‌نشین هستند که اگر چاره و اندیشه ای نشود برای این قضیه قطعاً ضررهای متعددی رو هم از در واقع بحث اقتصادی و هم در واقع از بحث اجتماعی و خصوصا فرهنگی خواهیم کرد. آمریکا توسعه بندر چابهار را از تحریم‌ها علیه ایران مستثنا کرده، کاری با هدف کمک به شکوفایی اقتصادی افغانستان. توسعه این بندر همینطور دست هندوستان را برای دسترسی به افغانستان بدون نیاز به پاکستان باز می‌کند. چشمانداز آینده به ظاهر برای مردمان این بندر روشن است، اما به نظر می رسد زیرساخت‌های شهری کافی برای توسعه اقتصادی وجود ندارند. ای واجه چابخارن و مردمان زندگی لوگانت چابار وسط شیل. گفته می شود یکی از دلایل اصلی حاشیه‌نشینی بالا در چابهار انبوه جمعیت جویای کار است. افرادی که به دنبال خشکسالی از مناطق دیگر استان سیستان و بلوچستان به این بندر رفتند. افرادی معمولاً بدون پول و امکانات کافی برای فراهم کردن حداقل‌های زندگی. آنچه مسلم است این است که برای بهبود شرایط زندگی در چابهار کارهای زیادی باید انجام شود. از توسعه زیرساخت‌ها همچون آب و برق و آسفالت گرفته تا مسائل بهداشتی. فیروزه اکبریان، بی بی سی. در روستایی در حومه شرقی مزار شریف در شمال افغانستان، مردم از حدود 3 دهه پیش زیر سقف‌های ساخته شده از موشک‌های روسی زندگی می‌کنند. پس از خروج ارتش سرخ، مردم قزل‌آباد بلخ یک انبار مهمات را غارت کردند و از صدها راکت روسی به جای چوب در سقف خانه‌هایشان استفاده کردند. حالا یک مؤسسه مینروبی می‌خواهد قزل‌آباد را از خطر این راکت‌ها پاک کند، اما همزمان با فصل سرما تخریب خانه ها چالشی جدی برای مردم این روستا است. حمید فهیم، خبرنگار بی بی سی در بلخ، در گزارش خود از روستای راکت ها می گوید. یک روز عادی در قزل‌آباد، روستای در بلخ. در نزدیکی میدان بازی اینها اما راز چندین ساله پنهان شده. مردمی قریه مثل این خانواده سالها شب خود را زیر مهمات منفجر ناشده سحر کردند. موشک های ویرانگر بیمبستیک روسی که برای تخریب به افغانستان آورده شده بود، مردمی قریه برای اعمار خانه های خود از آن استفاده کردند. اهالی قزل‌آباد 30 سال پیش پس از خروج ارتش سرخ این راکت ها را از یک انبار مهمات بجامانده از روس ها در نزدیکی محله ایشان به دست آوردند. کسی که امکانات جور کردن نداشت، از این استفاده نداشت، پول نداشت چوب بخره یا این بخره، این از همین تیار بود، همین نزدیک قشلاق، سر قشلاق برادر جان از همین آورد ماند و آباد کرد. BM-21 سلاح محبوب روس ها در یک شلیک چندین راکت را به هدف پرتاب می کند، اما در این روستا هر نوع استفاده ای از آن شده جز شلیک کردن. مانع دروازه، ستونهای سقف آشپزخانه، تاک انگور، حتی پل. حالا اما عمر این راز به پایان می رسد. زنان روستا جمع شدن تا تصمیم دشواری بگیرند. متعجب و بهت زده. آنها برای نخستین بار می شنوند که موشک های سقف پناهگاهشان چقدر خطرناک بوده. بودن از این نه تنها در شما بلکه در تمام قریه خطر از این می رسند. فهمیده؟ می تواند که چندین خانه را از بین ببرم. زنای روستا بیشتر از مردا زیر همین سقف های خطرناک مملو از موشک ها سپری می کنند. اصلا یکی از این زنای روستا بود که پرده از این راز خطرناک برداشت. بازی زیر بم. تا کنون بیش از 400 راکت در این روستا برملا شده. یک نهاد دنمارکی خنثی‌سازی بم
آمده که به اهالی روستا کمک کند تا از شر میراث گذشته جنگبارشان رهایی یابند. کار حساس و با احتیاط تمام. جابجایی راکت های شلیک نشده. اهالی خانه تخلیه شدند. اگر بالا هزی فشار موجود شود یا حرارت زیاد برزی برسه باعث انفجار میشه و میشنه که یک دانش تمام خانه را ویران کنه و اگر 4-5 تا یا 10 دانه باشه امکان از یه سه کل قریه را خراب کنه. آغاز یک پایان. بقایای یک جنگ طویل برچیده می شود. راکت ها از راه که آمده بودند برمیگردند. در نزدیکی مرز افغانستان با شوروی سابق این محموله های پر از بارود پس از 3 دهه انتظار به کامشان می رسند. انفجار! انفجار! حمید فهیم، BBC، حیرتان. علی قمصری آهنگساز ایرانی از ممنوع الفعالیت شدنش تا اطلاع ثانوی خبر داد. این آهنگساز 35 ساله در اینستاگرام خود نوشته این حکم به صورت شفاهی اعلام شده و همه اجراهایش لغو شده است. دلیل محرومیت آقای قمصری مقاومت در برابر حذف صدای زنان در کنسرتش اعلام شده است. اگرچه همخوانی زنان در قوانین ایران صریحا منع نشده، اما دخالت تندروهای مذهبی، روحانیان و فتواهای مرجع تقلید وضعیتی سلیقه‌ای را بر عرصه موسیقی و نمایش ایران حاکم کرده که طی سالهای گذشته به محرومیت تعدادی از آهنگسازان و موسیقیدانان ایرانی منجر شده است. جزئیات بیشتر از شادی الهی. علی قمصری نوازنده تار نوشته 17 دی حین اجرای کنسرت او و گروهش در تالار وحدت تهران، مسئولان حراست تالار صدای کنسرت را قطع کردند. قمصری در حین انتشار ویدیویی از اجرای آن شب در صفحه توییتر خود نوشته این در حالی بود که قبل از اجرا از طرف مدیر بنیاد رودکی و حراست گفته شده بود که اگر اجرا کنیم صدا قطع می شود و از فردا ممنوع الفعالیت خواهم شد. حاله سیفی‌زاده خواننده زن گروه که آواز را با صدای قالب همخوانی می‌کرد در اینستاگرام خود ضمن قدردانی از شهامت دو همکار مردش نوشته خواندن برایم خیلی سخت بود. در شرایطی که می‌دیدم علی و بهنام به نجوا می‌نوازند تا صدای من شنیده شود. دختر آواز زنان در ایران به جز دوره مشخص همیشه با محدودیت‌های عرفی یا شرعی روبرو بوده است. در مقابل ممنوعیت آواز زنان در ایران، صحنه‌ای برای اوج گرفتن صداهای ممنوعه در خارج از کشور ایجاد شده است. بنابراین آنچه اکنون بزرگان موسیقی ایران و کارشناسان به آن انتقاد دارند غیبت صدای نیمی از مردم در موسیقی سنتی و امروزی این کشور است. محمد رضا شجریان استاد آواز و موسیقی سنتی ایران بارها به سانسور صدای زنان در موسیقی ایران انتقاد کرده که هم موجب ضربه خوردن موسیقی و هم زنان می شود. او که در اجراهای خارج از کشور دخترش مژگان را به عنوان خواننده با خود همراه می‌کرد، گفته است صدای زن از موسیقی ایرانی حذف شدنی نیست. اکثر مراجع تقلید شیعه در ایران درباره گوش دادن به آواز زن ملاحظاتی دارند. برخی آن را از اساس حرام می‌دانند و عده‌ای هم می‌گویند در صورتی که به قصد شهوت و موجب مفسده باشد حرام است و در غیر آن صورت عیبی ندارد. آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، آیت الله حسین نوری همدانی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی از جمله روحانیون محافظه‌کاری هستند که بارها از عملکرد و مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه رفع بعضی از محدودیت‌ها به شدت انتقاد کرده‌اند. که 100 تا شب نامه
محدودیت‌های عرصه رسمی اما باعث شده زنان خواننده ایرانی یا در خارج از ایران به فعالیت خود ادامه دهند یا در ایران به شکل غیر رسمی و در استودیوهای خانگی تمرین کنند و بخوانند. دوش 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 که آن محلقا خوش ادا با صفا با وفا از برم آمد. در چند سال اخیر به لطف شبکه‌های اجتماعی آثار این زنان توانسته مخاطب خود را پیدا کند و خوانندگی این بخش حذف شده در فضای مجازی تنین انداز شود. شادی الهی، بی بی سی. باز 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 مرا سوی خود می کشد می برد می زند با دو چشم با دو چشم مست جانم ابرویش ابرویش تا همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.